فدای بر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيوم الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. برای تسلای خاطر شریف امام زمان همه با هم با یه توجهی دعای فرج رو بخونیم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافزن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما نمیدونیم آقامون کجا هست، آن یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست. هر کجا هست، کربلا هستین آقا جان، مدینه هستین آقا جان، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشاءالله امروز بار مصیبت های امام زمان ذره کم بشه با همین جمعی که تشکیل دادیم دور هم میخواییم بشینیم گریه بکنیم. انشاءالله بتونیم همدردی درست با امام زمان بکنیم. انشاءالله یه جوری رشد کرده باشیم که وجود ما برای امام زمان تسکین خاطر باشه، آرامش خاطر باشه، بتونیم بریم جلو به امام زمان سر سلامتی بدیم. امروز همه با هم یه صلوات بفرستیم. ولئن اخرتن الدهور و آقنی ان نصر کل مقدور فلعندوبن نک صباحن و مساء. خود امام زمان به ما اینجوری یاد داده اگر ما نتونستیم یاری بکنیم، الان وظیفمون همین تشکیل مجلس و گریه کردن بر امام حسین علیه السلام. تأسفن علی مادهاک و تلهفن حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب. انقدر آقا برای تو می سوزم و گریه می کنم تا کشته بشم از شدت قصه، از شدت درد. این درد امام حسین خیلی آدم رو رشد می ده. خدا رحمت بکنه علامه طباطبایی، اواخر عمر شریفشون فرمودن من در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم وصول الالله در دو مکان امکان داره، یکی در حرم امام حسین علیه السلام، یکی در مجلس امام حسین علیه السلام. الان این مجالس برای ما خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه حرم امام حسین راش بسته است. از قدر این مجالس رو بدونیم، قدرش رو بدونیم. یه عمری باید صبر بکنیم تا عاشورا تشکیل بشه، مجلس بگیریم، زیارت عاشورا بخونیم، برای امام حسین بسوزیم. ثم نادا عمر بن سعد یا خیل الله رکبی و بالجنت ابشری. دیروز عصر عرض کردم عمر سعد صدا زد، گفت ای گروه حزب الله برید سوار بر مرکب بشید، همه تون وارد بهشت میشید، همه تون. از اون بر ابا عبدالله الحسین که کنار خیمه نشسته بودند، خواهرشون زینب کبرا در محضر برادر حاضر شدند، خبر دادند که داداش سر و صدایی میشنوم. امام حسین از رؤیای صادقشون نسبت به رسول اکرم خبر دادند که از دیروز بود دیگه، زینب کبرا اون لاتمات الوجوه از دیروز اتفاق افتاد. زینب کبرا طبق نقل مفید در ارشاد لطامت علی وجهها، دیروز از زینب کبرا به صورت خودشون زدند لطامت علی وجهها، یعنی
دیگه باب عزاداری رو برای شیعیان ابا عبدالله الحسین در دیروز عصر به صورت جدی دیگه حضرت باز کردن. و نادت بالویل، حضرت یه صیحه‌ای کشیدند، اومدن خدمت امام صادق. حضرت فرمودن شنیدم وفتون، یه گروهی از شما برای جد ما ابا عبدالله عزاداری میکنید. گفتن بله آقا. حضرت فرمودن چی کار میکنید؟ گفت آقا هر کاری شما بگید ما انجام بدیم، شما بگید ما چی کار کنیم. حضرت فرمودن فمن بین قار ان یقرأه، یه نفری براتون قرآن بخونه اول، چون امام حسین علیه السلام قرآن خوندن. و قاسن یقصو، یه نفری براتون قصه کربلا بگه. اینا رو ببین، تک تک اجزاء رو امام صادق به ما یاد دادن. و قاسن یقصو، یه نفری بگه عمر سعد اینجوری کرد، امام حسین ما اینجوری کرد. و نادبن یندبو، باید گریه کن داشته باشه مجلس، نادبن ندبه بکنه، یندبو. و قائلن یقول المراسی، یه نفرم روزه بخونه. بس این حالت مجالس رو امام صادق دستور دادند. لذا ما الان داریم امر امام صادق رو اجرا میکنیم. من دارم قصه کربلا میخوام براتون بگم. شما باید گریه بکنید امروز. بعد حضرت فرمودن یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی، جانم فدای تو بشه. یاد بگیریم باید چجور صحبت بکنیم. شیعیان اهل بیت با همین جور صحبت میکنن. یا ابا عبدالله سلم لمن سالمکم، یا ابا عبدالله نوکر نوکراتم، یا ابا عبدالله. لذا امام حسین علیه السلام میخوام با داداششون صحبت بکنن، میگن به نفسی انت یا اخی، جونم فدات بشه داداش من، برو سوار بر مرکب بشو. زهیر دیروز طبق مقاتل به حضرت عباس گفت عباس میدونی برای چی تو به دنیا اومدی؟ زهیر همسن و سال امام حسین علیه السلامه. گفت میدونی برای چی به دنیا اومدی؟ بابات امیر المؤمنین رو من یادمه، عموی تو عقیل اینجوری گفت، گفتش که من میخوام یه مادری پیدا بکنم، یه همسری پیدا بکنم، قد ولدت نل فهوله، برای من شیر به دنیا بیاره. عباس تو برای این صحنه تربیت شدی یا یه عمری زندگی کردی برای این صحنه و مواظب هستی؟ تو مقتل هستش که حضرت عباس انقدر غیرتی شد که وقتی خواست سوار بر مرکب بشه این جای رکابش پاره شد، یعنی انقدر محکم گفتش که تو شجعونی علی القتال، داری من رو بر قتال تشجیع میکنی، من معلومه که من آماده هستم. این حرف چیه زهیر؟ داری میدونم فلسفه زندگیم چیه، میدونم فلسفه زندگیم حمایت از ابا عبدالله الحسینه، تو دیگه منو نمیخواد تشجیع بکنی، تو شجعونی علی القتال. لذا تا دیروز ابا عبدالله الحسین به حضرت عباس فرمودن ارکب به نفسی انت یا اخی، ببین با چه حالی حضرت عباس روی مرکب نشست، یعنی اذنی گرفت از امام حسین که یه حرکتی بکنه برای آقا. بعد حضرت فرمودن که وقتی حضرت عباس اومدن فرمودن که داداش جان اینها عزم قتال دارن، امام حسین علیه السلام فرمودن فإن استطعت أن تؤخرهم إلى القدوة، داداش جان الان عصره، برو ازشون وقت بگیر تا فردا صبح. تدفعهم عن العشيه، یه کاری بکن که ما امروز عصر رو بتونیم برای خودمون باشیم، امشب رو. لعلنا نصلي لربنا الليله و ندعوه و نستغفره فهو يعلم اني قد احب الصلاه له، خدا میدونه من چقدر عاشق نمازم. و تلاوت کتابه و دعا و الاستغفار، من چهار تا چیز رو تو این دنیا دوست دارم. قررت و عینی فسالات، پیامبر اکرم فرمودن نور چشمم تو نمازه، من نماز رو دوست دارم، میخوام امشب نماز بخونم. من قرآن خوندن رو دوست دارم، میخوام امشب خلوت بکنم قرآن بخونم. نماز، خدا توی قرآن میفرماید، اولا که بگم اگر امام حسین علیه السلام این چهار تا رو به ما یاد دادن، چون استاد سلوک امام حسینن، زید ابن ارقم تو مجلس یزید دید که نامرد این یزید داره با چوب خیزران بیادبی میکنه به امام حسین علیه السلام، یعنی نگاه کرد گفت یزید
به کجا داری میزنی؟ نمی‌دونی چی کار داری میکنی؟ اصلا تو میفهمی چی کار داری میکنی؟ من همراه این آقا بودم، با همدیگه رفتیم تو مسجد النبی، تا پیامبر این آقا رو دید بغل کرد. یقبل جبینه و یلثم فاه، شروع کرد پیشانی رو بوسیدن، شروع کرد دهان این آقا رو بوسیدن. اینجا من خودم دیدم بوسگاه پیامبر اکرمه. بعد پیامبر اکرم ایشون رو گذاشتن روی پای خودشون، یه جمله ای گفتن، فرمودن به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. این با در کتاب های اعراب و لغت میگن بای تفدیه، یعنی پدر و مادرم فدای تو بشه، پدر بندگان خدا، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. زید ابن ارقم میگه که من به پیامبر اکرم تو همون دوران بچگی گفتم شما به امام حسین میگین ابا عبدالله، شما به حسین میگین ابا عبدالله، یعنی پدر بندگان خدا. بعد پیامبر اکرم فرمودند من در شب معراج دیدم اسمه مکتوب عن یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. من شب معراج خودم مشاهده کردم در سمت راست عرش کتیبه ای بود که نوشته بود حسین مصباح الهداست و سفینه نجات امت منه. لذا چون امت من رو از گرفتاری ها نجات میده، ما بهش میگیم ابا عبدالله، پدر بندگان خدا، ابا عبدالله. جانم فدا تو بشه. ما بخوایم بگیم جانم فدای تو بشه، پیامبر اکرم فرمودن پدر و مادرم فدای تو بشه. ما امروز توفیق پیدا کردیم برای این آقا گریه بکنیم، برای این آقا گریه کنیم. رضا امیرالمؤمنین فرمودن شق و امواج الفتن به سفن نجات. تو فتنه ها گیر کردین، با سفینه الحسین برین جلو و سفینه نجات. الصلاة له. خدایا من امشب عاشق نمازم. خدا در قرآن می‌فرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نماز می‌خوای بخونی باید در مقام ابراهیم نماز بخونی، نماز پشت سر امام. انی جاعلک للناس اماما و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نماز پشت سر امام ارزش داره. و اینا گفتم اونایی که جلوی امامم وایستادن اونام نماز میخوندن، ولی پشت سر امام نبود. خدا رحمت بکنه حضرت امام، یک کتابی دارن به نام آداب و صلات، صفحه 272، قبسی از نور ولایت در قبله و اسرار آن. اونجا میفرماید قبله اجساد کعبه است، ولی قبله ارواح کربلاست. قبله ارواح کربلاست. یعنی ما اگر با جسممون و جسدمون رو به کعبه وای میسیم، تا قیام قیامت هم همین جور خواهد بود، اما روحمون باید رو به کجا وایسه؟ رو به حرم ابا عبدالله الحسین. باید تا آخر عمر هر بار میخوایم نماز بخونیم احساس بکنیم داریم پشت سر امام حسین نماز میخونیم. اول نماز چیکار میکنی؟ 7 بار میگی الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. علتش اینه، چون امام حسین توی محراب ایستاده بودن، پیامبر اکرم فرمودن الله اکبر، امام حسین یه مقداری زبونشون گیر کرد، دور پیغمبر دستشون آوردن پایین، الله اکبر، امام حسین نتونستن. بار 7 حضرت فرمودن الله اکبر، پیامبر فرمودن این سنت شد، به خاطر حسین هم این سنت شد، زو مستحب شد دیگه 7 بار بگی الله اکبر. دنا ابو ثمامت ساعدی اومد خدمت امام حسین علیه السلام تو کربلا، گفت آقا ما که اومدیم به جنگیم یه آرزوی دیگه هم داریم، میخواییم تا لحظه که تو این دنیا هستیم یه نماز پشت سر شما بخونیم. حضرت فرمودن که تو من رو یاد نماز انداختی، جعلک الله من المصلین. نزدیک اذان ظهر بود، نماز ظهر بود، دیشب عرض کردم امام حسین امر کردن علی جان برو برام یه اذان بگو ببینم، اذان زیبا علی اکبر ظهر عاشورا خوندن. آره. ما
وقت اگر بفهمیم که نماز پشت سر ولیه، میفهمیم چرا منافقین اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، چون نمیتونن پشت سر امام باشن، با امام همراهی بکنن، لذا هی دارن اذیت میشن، نمیتونن درست نماز بخونن. اگه دیدی از نماز خوندن داری اذیت میشی، باید بیشتر عشقمونو به امام پررنگ بکنیم. هرچی عشق کمتر باشه آدم نمیتونن نماز بهره ببره. نماز یعنی همراهی با امام. فمن اقام ولایتی فقط اقام صلات، هر کسی با من همراهی بکنه اون اقامه صلات کرده. لذا اونایی که همراه امام هستن از نمازشون لذت میبرن. این خدا رحمت بکنه آقای قاضی، میگفتن دوست دارم یه لحظه دیگه تو این دنیا باشم یه نماز دیگه بخونم، چون احساس میکرد یا لیتنا کنا معک فافوز فوزا عظیما. اینا از نماز همراهی با امام حسین رو احساس میکردن، لذا لذت میبردن از نماز، لذت میبردن. آقای علامه تهرانی میگه اومدم بالا سر آقا هادی ابهری، شاگرد آقای انصاری همدانی. آقا هادی به من گفتش که یه داروی چیزی داری من بخورم؟ علامه تهرانی میگه که بابا تو که دیگه بار تو بستی، دیگه چه دغدغه‌ای داری بیشتر تو این دنیا بمونی؟ بار اونور برات خیلی خبرها هست. گفت دلم میخواد تو این دنیا بمونم، یه بار دیگه یه نماز بخونم، همراهی بکنم با ابا عبدالله الحسین. یعنی اولیاء خدا وقتی نماز میخونن خودشونو ظهر عاشورا پشت سر امام حسین دارن میبینند. خیلی نگاه به نماز متفاوت میشه. بعد آقای بهجت میفهمودن کارتر رئیس جمهور آمریکا، ببین اینا چه دیدای قشنگی دارن. کارتر رئیس جمهور آمریکا اگر میدونست ما تو نماز چه لذتی داریم میبریم، همه چیزشو میداد، حکومت و پست و مقام و ثروتشو میداد، یه نماز میخوند، یه نماز میخوند. نماز تو همراهی با امام حسین خیلی لذت داره. دومش امام حسین فرمودن و تلاوت کتابهی، میخوام قرآن بخونم. عجیب، امام حسین از ثانیه هاش برای قرآن خوندن استفاده میکرد. شما نگاه کنین، حضرت میدونید، میدونید چرا حضرت حبیب رو دوست داشتن؟ اومدن بالا سر حبیب فرمودن لله در رو کیا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت واحده. من چرا دوستت دارم؟ خوش به حاله. لله در رکه یعنی خوش به حالت. تو یه شبه یه دور قرآن میخوندی، یه شبه یه دور قرآن میخوندی. اهل بیت عاشق قرآن بودن، اینم خیلی مهمه. لذا حضرت وقتی از مدینه اومدن بیرون، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو مکه پیاده شدن، لما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهدين. بالای سر شهدا رسیدن، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. جوانش به میدان رفت، علی اکبر، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. سرش رفت بالای نیزه فداشون بشم امروز از ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو مجلس شراب رفت، ابا عبدالله جانم فداشون بشه. وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. حضرت زینب کبرا دید که ابا عبدالله داره توی تشت طلا داره قرآن میخونه، قرآن میخونه. امام حسین آدم با قرآن مشهور بشه، بعد مرگش هم داره قرآن میخونه. لا اله الا الله. تو تنور خولی متن چیزی، فلما اصبح قالت له زوجته اني سمعت قراءه الراس الى طلوع الفجر. من از شب تا صبح از تنور داشتم قرآن میشنیدم. همسر خولی میگه، خولی گفت چی شنیدی؟ گفت من هی میشنیدم. میگه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سکه هایی که از دختران ابا عبدالله الحسین غارت کردن، این سکه ها توی راه در رو باز کردن، در اون ظرف رو دیدن، یه طرف سکه نوشته ولا تحسبن الله لا غافلا عما يعمل الظالمون، طرف دیگه نوشته و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. رو سکه ها آیات قرآن درج شده بود. اینجوریه، خیلی مهمه اگه میخوایم به امام حسین وصل بشیم. خدا رحمت بکنه آقای بهجت، میفهمودن اني تاركن فيكم الثقلين
کتاب الله و اطرتی. بعد آقای بهجت می‌فهمودن که این ثقلین دو تا چیز نیست، دو روی یک سکه است، دو وجه یک حقیقته. اگر یه طرف سکه از ما غایبه، طرف دیگه که حاضره داریم میبینیمش. زای بهجت میفهمودن قرآن بخونید تا چهره امام زمان رو تماشا بکنید، قرآن بخونید تا صدای امام زمان رو بشنوید. راه به ما نشون دادن دیگه. در دوران غیبت گفتن اینو نگاه بکنید، امام زمان رو نگاه کردید، چون امام زمان همون قرآن ناطق دیگه. ابا عبدالله الحسین خدا رحمت بکنه، علامه طباطبایی میفهمودن یاسین، میخواین تفسیر بکنم، یه بهترین مفسر قرآن دیگه در عصر حاضر، میفهمودن یاسین، میخواین تفسیرش بکنم، یاسین یعنی حسین سربریده، یاسین ها نداره، حسین سربریده، حسین سربریده، یاسین یا حسین. علامه میفهمودن یاسین یعنی حسین سربریده. به به. زینب کبرا توی کوفه قبل از کربلا، زمان امیرالمؤمنین که حاکم کوفه بودن، زینب توی کوفه تفسیر قرآن برای خانوما میگفت، تفسیر قرآن برای خانوما، مفسر قرآن. از امام سجاد علیه السلام 3-4 روز دیگه تو کوفه به خواهرشون، به عمه‌شون حضرت زینب فرمودن یا عمت اسکوتی فانت والله عالمتون غیر معلمه. عالم بود از زینب، عالم بود، همه اهل بیت به علم عقیله بنی هاشم. میدونید از زینب 3 سالشون بود، 2 سالشون بود، 3 سالشون بود، جریان رفتن مادرشون به مسجد مدینه رو، خطبه فدک رو ایشون روایت کردن. ابن ابل حدید نوشته حدثتنی عقیلتنا زینب، میگه ابن عباس اینجوری برای ما نقل کرد که عقیله ما زینب چند ساله؟ 2-3 ساله. ابن عباس میگه عقیله ما بنی هاشم زینب اینگونه نقل کرد که لما سمعت امی، وقتی مادرم فاطمه زهرا شنید که فدک رو گرفتن، اشتملت به جلبابها و لاست خمارها، این روسری و سرش کرد و چادر پوشید. کی داره نقل میکنه؟ عقیلت و نازینب، عقیله یعنی عقل کل. دوباره شد این از زینب داشت تفسیر قرآن میکرد، یه مرتبهی فرمود کافها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک امیر المؤمنین شنید. حالا توی مسجد بودن، اون طرف پرده بودن، حضرت شنید، زینب کبرا رو صدا زد امیر المؤمنین. فهمدن زینب هم کاف های عینصاد چی ترجمه کردی، چی معنا کردی؟ حضرت جمله فرمودن یه طبعی امیر المؤمنین فرمودن بذار یه پرده دیگه بهت بگم، کاف یعنی کربلا زینب، هم ها یعنی این میدونی یعنی چه، یعنی آتش. شما 3 روز تو کربلا آتش اذیتتون میکنه زینبم. صاد میدونی یعنی چه زینبم؟ یعنی صبر زینب، صبر بکن، خیلی سخته کربلا، صبر بکن زینبم. آره قرآن، 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 خیلی روزه امام حسین تو قرآن هست. دیگه چی حضرت فرمودن؟ فرمودن میخوام دعا بکنم، دعا بکنم، دیگه عرایزمو تمام میکنم. حضرت فرمودن میخوام دعا بکنم. از دعا مخل عباده، محور عبادت دعاست. دعا هم عزیزان خیلی رمز داره. این همین فقط سر دعا رو ظهر عاشورا تقدیمتون بکنم. یه عمری با دعای عرفه امام حسین مأنوس باشید. دعا میدونید اهل بیت فرمودن انا معاشر الانبیا نکلم الناس به قدر عقولهم. ما انبیا با مردم به اندازه عقلشون صحبت میکنیم. دعا مخاطبش کیه برادر؟ بله خداوند متعال. یعنی موقع دعا کردن اهل بیت به چه اندازه‌ای صحبت میکنن؟ به اندازه مخاطبشون یعنی خداوند متعال.
لذا دعای عرفه میشه یه گنج. حدیث نیست، گنج. مخاطب خداست، بی نهایته. لذا خیلی دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده جدی بگیریم. یه دریای معارفه. یه حدیث امام صادق لا تنقض الیقین بشک 50 کتاب منبع داره تو استصحاب. 7 ما طلبه ها درس خارجش رو میگذرونیم. 7 درس 3 کلمه است. لا تنقض الیقین بشک 4-5 کلمه است. این تازه به اندازه عقل ماست. آی جوادی میگفتن در کتابخونه کنگره آمریکا که من رفته بودم اونجا برای سازمان ملل یه صحبتی آی جوادی آملی میخواست بکنه، میگو منو بردن تو کتابخونه کنگره، میگفت سوار ماشینم کردم، من بهشون گفتم منو ببر تو بخش کتب اصولی شیعه بخش استصحاب، میگه منو سوار ماشینم کردن، مدت‌ها داشتم میرفتم، میگفتن اینا همه بخش استصحاب شیعه است. من گفت من اشکم جاری شد، گفتم امام صادق ما 3 کلمه گفته، ببین این همه تولد علم شده. وقت تازه این به قدر عقول مردم هستش، اگر مخاطب خدا باشه چی میگند؟ لذا دعای عرفه رو امام حسین فرمودن که رفتن کربلا. اون رمز کربلا تو دعای عرفه است. حونون علی ما نزل بی فانه بعین الله. اگر علی اصغر کشته شد، حضرت این جمله رو فرمودن، چون قبلش تو دعای عرفه فرمودن عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور از چشمی که خدا تو را نبیند. آقا برای چی دعا بکنیم؟ یک پدر و مادرمون. امام صادق علیه السلام فرمودند من وجد برد حبنا اهل البیت فلیکسر الدعاء لامه فانها لم تخن اباه. اگر احساس کردی داری لذت میبری تو مجلس امام حسین، گریه میکنی، قلبت آرام میشه، برای مادرت دعا بکن. مادرت خیلی پاک بوده که تو الان اینجا نشستی، خیلی مادرت خوب بوده، خیلی خوب بوده. این که از این لباس مشکی آرامش میگیری به خاطر اون مادری بوده که به ما این لباس مشکی رو تن کرد، اون زنجیر رو داد دست ما، میرفتیم تو هیئت ها زنجیر میزدیم. این مادر خیلی الان باید براش دعا بکنی. مادر، اون شیری که به ما داد. من اولین روزه دور نوجوانی یه روزه خوندم برای حضرت علی اصغر، اون موقع واکمن بود، ضبط کردم آوردم برای مادرم، گفتم مامان روزه خوندم. مامانم گفت هنر نکردی، یه عمری هر بار خواستم بهت شیر بدم روزه خوندم، حالا تو یه روزه خودت همه زندگیت بعد روزه باشه، برو بابا. برای مادرمون خیلی دعا بکنیم. هوا خواستم به ما شیر بدن، روزه اهل بیت خوندن. من عشق حسین با شیر از مادر گرفتم. یکم امام صادق فرمودن دعا بکنید که از ما اهل بیت جدا نشید. از این نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان اسأل الله الجنه، برای من دعا بکنید برم تو بهشت. از فرمودن انتم الان فی الجنه، الان تو بهشتی دیگه، چه بهشتی رو میخوای؟ من بهشت امام حسین رو میخوام. آره ما اونجا میخوام ما کنار امام حسین، اونجا هم بریم کنار امام حسین با هم باشیم، همونجوری که تو دنیا بودیم. این گفتش که آقا من میخوام برم آخرت، برم تو بهشت. حضرت فرمودن همین الان تو بهشت هستید. فاسأل الله ان لا يدخلكم فيها، مواظب باشید از این بهشت جدا نشین. الستم تقرون به امامتنا، آیا شما به امامت ما اقرار نمی کنید؟ گفت آره آقا جان. قالو نعم، فقال هذا معنى الجنه الذي من اقر بهی کان فی الجنه فاسأل الله ان لا يسلبكم. دعا بکنید که از این بهشت خارج نشید، از بهشت گریه برای امام حسین علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا تقریبا ناامیدیم بیاییم کربلا، ولی امام باقر فرمودن هر کسی میخواد به جد ما ابا عبدالله الحسین از راه دور سلام بکنه و زیارت از راه دور داشته باشه، 3 بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا روز عاشوراست، میخوایم بیایم زیارت شما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این مقتلی که دارم براتون میخونم تمام مقاتل رو جمع کردن، بهترین قسمت ها و معتبرترین قسمت هاشو پژوهشگاه حدیث آقای شهری و تیمشون تشکیل دادن، خیلی معتبره. این مقتل رو من امروز هیچی روزه نمیتونم بخونم، این مقتل رو براتون میخونم. لا اله الا الله. امام حسین علیه السلام امروز قتال که کردن، فلم ما را علی حسین انه لم يبق من عشيرته و اصحابه الا القليل فقام و نادا. وقتی حضرت دیدن دیگه هیچ کسی از عشیره خودشون نمونده، چند تا دختراشون دیگه موندن و خواهرشون زینب کبرا و سکینه و اینها، چند تا خانم دیگه موندن، فقام یا حتی حضرت بلند شدن و قال هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. دیدن همینجوری این جنازه ها تو کربلا داره تکون میخوره. هل من موحد، هل من مقیس، هل من معین، فزج الناس بالبکا. ناس یعنی دشمن. تا امام حسین با یه حالت این کلمات رو گفت دشمن زجه میزد، دشمن داشت گریه میکرد. لا اله الا الله و نادا یا سکینه. این کلمات رو حضرت رو به دشمن گفتن. وقتی خبری نشد حضرت روشنو کردن به خیمه. اولین کسی که صدا زدن و نادا یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم علیکن من السلام، خانمای من، دخترای من، خواهرای من. از اینجا یه مرتبه دختر بزرگشون، اولین کسی که با امام حسین صحبت کرد دختر بزرگشون بود. کانت منل جلالت والعدب. یه دختر عجیبی دارن ابا عبدالله الحسین حضرت سکینه، در جلالت و ادب بی نظیر بود این دختر. خیلی خوش بیان بود، خیلی خوب صحبت. اینا همه شون به امیر المؤمنین رفتن، یعنی خیلی خوب صحبت میکردن. رضا زینب کبرا هم تو کوفه زیبا صحبت کرد، همه گفتن علی زنده شد. فقالت یا ابتا، بابا جان، استسلمت للموت. بابا یعنی دیگه کار تمومه، شما دارید میرید دیگه بر نمیگردید، چون میدونید از صبح امروز امام حسین یه مقداری میرفتن دور برمیگشتن به خیمه، اما این دفعه با یه لحنی صحبت کردن که سکینه اینجوری احساس کرد که آقا دیگه بر نمیگردید. حضرت فرمودن کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین. دخترم نشنیدی هیچ کسی دیگه جواب من نداد، من چجوری نرم دیگه، باید برم دیگه، بر نمیگردم. فقالت یا ابتا، یه نگاهی به باباش کرد، یه درخواستی کرد، کاشی درخواست رو نمیگرد. ردنا الی حرم جدنا. بابا ما با شما اومدی، با ابو جان عباس هم اومدم، با داداش هم اومدم، با محارم هم اومدم، با محرم بر میگردم. من با نامحرم و شمر و عمر صد بر نمیگردم. ما رو برگردون مدینه. فقال حیات لوتور کل قتال نامه. یعنی بابا یه جمله بهت بگم، امید این حالت رو نداشته باش، این محاله. لوتور کل قتال نامه یعنی محاله با این کار رو بکنیم. فتصارخنن نسا. یه مرتبه همه خانوم ها زجه زدن، اینجا فهمیدن و لباس اسیری ترشون بکنن. و کانت سکینه تو توصیح. از سکینه فقط زجه میزد، ناله میزد، ابا عبدالله از ذوالجناح پیاده شدن. فضمها الی صدره. حضرت سکینه رو به سینه خودشون فشار دادن. شیخ جعفر آقا میگه اینجا بود فقوشی علیه ما. هر دوشون با هم غش کردن.
تا به هوش اومدن ابا عبدالله فرمود سکینه جان تو درخواست کردی من نتونستم جواب بدم. سکینه بابا یه درخواست بکنه میگی چشم. سکینه گفت بابا بگو عزیزم تو درخواست بکن. لا تهرقی قلبی به دمعت یه حسرتن مادام من روح فی جسمانی. سکینه بابا میخواد بره به جنگ، روحیه بابا رو خراب نکن، گریه نکن. سکینه دل بابا داره آتش میگیره. اینجا بود که دیگه سکینه گریه نکرد، بلند شد گفت بابا هرچی شما بخواید. لما قتل اصحابه و اهل بیت بقی الحسین وحیدا فریدا حتی احاطت به الرجاله. امام حسین مقداری قتال کردن، دیگه کسی نمونده بود جنگیدن، رجاله ها اومدن دور امام حسین رو گرفتن. یکی از اون رجاله ها شمر بود و تقدم الشمر فی قبیلت عظیمه فقاتلهم الحسین به اجمعه. حضرت زور خودشون رو جمع کردن با اینا جنگیدن. فقال عمر ابن سعد لقومه الویل لکم اتدرون من تبارزون. اینجا بود نامردا شروع کردن تضعیف روحیه کردن برای امام حسین، شروع کردن به باباشون امیرالمؤمنین فحاشی کردن. اتدرون من تو بارزون هازبن الانزع البطین هازبن قتال العرب فحملو علیه من کل جانبن. شروع کردن امیر المؤمنین رو مسخره کردن، میخواستن مصیبت های امام حسین رو بیشتر بکنن. فحملو به تن مئتن و ثمانین و اربعت آلافن به سهام. 180 نیز به سمت ابا عبدالله برتاب شد. 4000 تیر به سمت امام حسین زدن. مطر و سهام در مقاتل نوشته باران تیر نازل شد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خونی از ابا عبدالله الحسین رفت. اشتد عطش الحسین. یه مرتبه عطش امام حسین زیاد شد. حضرت دنبال آب میگشتن. لا اله الا الله. رماه حسین ابن تمیم به سهم فی حنکهی فصار الماء دما. اون آبی که ابا عبدالله الحسین دنبالش میگشت دهان حضرت پر از خون شد. فوقف الحسین یستریح ساعتا وقد ضعف عن القتال. حضرت دیگه خسته شده بودن، آتش خیلی فشار آورده بود، دیگه جان در بدن نبود. فبینما هو واقف اذ اتاه حجر فوقع على جبهته. سنگ اومد خورد به پیشانی ابا عبدالله، خورد به سجدگاه امام حسین. معاویه ابن عمار میگه دیدم یه کیسه زردی همیشه همراه امام صادقه. گفتم آقا شما که اهل جمع مال نبودید. حضرت فرمودن هازا تربت و جدی ابا عبدالله الحسین. این تربت آقا ابا عبدالله الحسینه. شاید این تربت قد عظمت داره چون به سجدگاه امام حسین سعی زدن، همه صورت پر از خون شد. فسالت دما من جبهتهی، تمام صورت پر از خون شد.
فاخذ الثوب لیمسح عن جبهته. حضرت این پیراهن عربی رو بلند کردن این صورت رو مقداری پاک بکنن. فاتاه سهم محدد مسموم له سلاس و شعب. علی اصغر پسرم عزیزم، نکنه سینه بابات شبیه گلوی تو بود؟ لا اله الا الله، همون تیری که علی رو دست امام حسین بود به علی برخورد کرد، همون خورد به سینه ابا عبدالله الحسین. فقال الحسین بسم الله و بالله و فی سبیل الله. آی شیعیان، سفینت الحسین را افتاد چون خدا به نوح فرمود بسم الله مجراها و مرساها، تا حسین فاطمه از عرش به زمین افتاد، از ذوالجناح افتاد. گوای شیعیان حسین بسم الله ما را افتادیم، بیاید سوار بشید بریم، یا ابا عبدالله ما را ببر. لا اله الا الله یا رسول الله، ها کذا والله اکون حتی القا جدی رسول الله. ابا عبدالله الحسین از زیر قلب مبارک این خونی که کلمیزاب جاری بود، این خون رو برداشتن مشت کردن ریختن به سر و صورت، وضو گرفتن همه سر و صورت پر از خون کردن. گفتم یا رسول الله، گفتم این خانواده از مادرشون یاد گرفتن مشکلات رو میبرن در خونه پیغمبر اکرم. گفت یا رسول الله میخوام این شکلی بیام پیش شما. بعد یه چیز به شما میگم، میگم قتلنی فلان و فلان، اونایی که تو سقیفه بابام رو مظلوم کردن، مادرم رو کتک زدن، اینا این بلا رو سر من آوردن. یا رسول الله اینا همون منافقینی بودن که اطراف شما پرسه میزدن. حضرت دیگه آروم آروم رفتن طرف گودی. اشتد عطش الحسین اینجا بود که یلوک و به فمهی، هی با زبانشون اطراف دهان رو نگاه می‌کرد. خرجت زینب و بنت فاطمه و هی تقول لیت السما تطابقت علی الارض. تا حسین وارد گودی قتلگاه شد، زینب از خیمه بیرون اومد، قدنا عمر بن سعد. وای بمیرم، امام زمان من معذرت میخوام. زینب یکم نزدیک عمر سعد شد. فقالت یا عمر سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. عمر سعد شما ما رو میشناسی، ابو عبدالله داره کشته میشه، تو داری نگاه میکنی. فلم یجبها عمر به شیء. عمر سعد ملعون جواب عمه سادات رو نداد. فنادت ویحکم اما فیکم مسلم. آیا یه مسلمان تو این 30,000 نفر پیدا نمیشه؟ فلم یجبها احد به شیء، هیچ کسی جواب عمه سادات رو نداد. Yeah.
تازه این هم از خیمه خارج شد، دیگه الان رئیس خیمه ها زینبه. تا زینب خارج شد حملش امر، حتی تعنف استاته به رمحی، شمر با نیزه به خیمه های ابا عبدالله الحسین حمله کرد. فنادا علی بالنار، گفت برید آتش بیارید، میخوام خیمه ها رو بسوزونم. زینب کبرا و ابا عبدالله حواسشون به خیمه ها نیست. اینجا بود ابا عبدالله از توی گودی قتلگاه صدا زد لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی هنوز حسین زنده است، به خیمه حسین حمله نکنید. اما فیکم مسلم یا شیعت الشیطان، کفو سفهاءکم عن التعرض للنساء والاطفال. بچه های من که گناهی نکردن، برگردید طرف گودی قتلگاه. فقال الشمر لما سمع، شمر وقتی این جمله رو شنید، کفو عنهم وقصد الرجل به نفسهی، گفت باشه حسین حق با توه، اول حساب تو رو میرسیم بعد میریم سراغ خیمه. لا اله الا الله. اینجا بود که زینب کبرا هم دستور گرفت برگرده. انه جاء الیه شمر و سنان و الحسین به آخر رمق یلوک و بلسانه ابن العطش. دیدن ابا عبدالله الحسین دیگه داره نفسهای آخرش رو میزنه، هی نفس میزنه. فرفسه و شمر به رجله، اینجا شمر یه لگد زد به ابا عبد. امامه ابا عبدالله الحسین افتاد. و قال یا ابن ابی تراب الست تزعم ان اباک علی حوض النبی. آن چیه تشنته؟ بابات که سر حوض کوثر وایساده، برو سیراب بشو. فضحک الحسین، ابا عبدالله الحسین یه لبخندی زدن، فرمودن شمر پس تو ما رو میشناسی؟ اتعارفونی؟ شمر گفت خوب میشناسم جد و که رسول الله، ام که فاطمه، ابو که علی ابن ابی طالب. تا اسما رو گفت یعنی داره برای حسین شهادتین. فقد بشمرون منو و جلس علا صدر الحسین و قبض علا لحیتهی و همه به قتلهی. و اسرع فرس و کشاردا و الی خیامک قاصدا، مهمه من باکیا. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا،
لاتبات الوجوه، خانوما بیرون رفتن للوجوه سافرات و بالعویل دائیات و بدن عز مذللات. بعد از یه عمر عزت الان قراره تو بیابونا سرگردون بشن و الی مسرع کم و بادرات دخترها به سمت گودی قتلگاه رفتن. همه یه صحنه رو دیدن، امام زمان روزه بخون و شمر و جالسون علا صدرک مول اون سیفهو علا نهرک خواب زن علا شیوتک. دیدن محاسن بابا رو گرفته زابهون لهو به منهده قد سکند هوا سک. دیدن بدنت افتاده و خیفت انفاسک و رفع علال غنار سک. سری به نیزه بلند